سمت میله نیاورد، آن را دور می سازد و هرچه میله آورد آن را پاک می کند تا بیشتر میله آورد. بله پاک می کنه، هرس می کنه. شما میگید برسا من وفادارم، من کلیسا میام، چه علتی داره؟ اینقدر دارم اذیت می شم، باید هرس می شود، خواهرم باید هرس می شود. هنوز یه موضوعاتی تو زندگی من هست، کلام خدا میگه همه گناه کردن، هرچی بگی من گناه نمی کنم میگه اون دروغگوه. و میدونیم پدر دروغگویان شیطانه. ما هر روزه اشتباه میکنیم، هر روزه گناه میکنیم. اگه مشکل و سختی توی زندگیت هستش نگاهی بکن، زندگی تقدیس کن، از خدا بخوا که هرس بشه، درد داره، اذیت میشی. درسته که پیوند خوردیم به روح خدا، پیوند خوردیم به تاک حقیقی، اما اگه هرس نشی خوب میوه نمیدیم. عزیزانی که از کشاورزی اطلاعات دارم، من خودم خیلی اطلاعات ندارم، اطلاعات هم از فرزینا میگردم بودم که اطلاعاتشون خوب هست، به خوبی میدونم حتی اگر پیمند ایجاد میشه روش میکنه باقیبون، برای اینکه اون درخت میوه خوبی بده اونو عرص میکنه، شاید یک سال بگذره ولی میوه خوب میده. حالا شاید شما ببین ای بابا نگاه کن فلان مذهب فلانی اونا که عرص نمیکنن، بابا یه توبه میکنن تموم میشه. مسیح میگه من باقیبان اونها هستم، من باقیبان تو هستم. میخوای مسیح باقیبانت باشه؟ اجازه بده هرس باشی، نترس، نگران نباش. سختی اومده داری هرس میشی، بگو خدای شکر. میتونی بگی خدای شکر برای سختی کنم چرا داره؟ بگو خدای شکر چون دوست داره، چون باقیبان تو پیغمبره دروغی نیستن، خدای زنده است. آمین.